فصل دوم. خود شما ای برادران می دانید که آمدن ما نزد شما بی نتیجه نبود. برعکس، پس از آن همه بدرفتاری و اهانت که در شهر فیلیپی دیدیم، چنان که اطلاع دارید، و با وجود مخالفت‌های شدید، با کمک خدا دل و جرأت یافتیم که انجیل خدا را به شما برسانیم. البته اصرار ما به اینکه به انجیل ایمان بیاورید بر پایه خیالات باطل و یا اقراض ناپاک نبود و ما سعی نداشتیم کسی را فریب دهیم. اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت، ما سخن می‌گوییم. منظور ما جلب رضایت انسان نیست، بلکه ما می‌خواهیم خدایی را خوشنود کنیم که دل‌های ما را پیوسته می‌آزماید. شما خوب می‌دانید که ما هرگز به چاپلوسی متوسل نشدیم و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت شخصی نبود. خدا شاهد ماست و به هیچ وجه جویای احترام و ستایش مردم، خواه شما و خواه دیگران، نبودیم. اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح حقی به گردن شما داشتیم، ولی از حق خود استفاده نکردیم، بلکه برعکس، ما مانند مادری که فرزندان خود را پرورش می‌دهد، با شما به ملایمت رفتار کردیم و با احساسات و علاقه‌ای که نسبت به شما داشتیم، حاضر بودیم که نه فقط انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا سازیم، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید. ای برادران، به خاطر دارید که ما چگونه کار می‌کردیم و زحمت می‌کشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما به هیچ کس تحمیل نشویم. هم شما شاهد هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به شما ایمانداران تا چه اندازه پاک و درست و بی‌عیب بود. شما خوب می‌دانید که رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار یک پدر با فرزندان خود بود. ما شما را نصیحت می‌کردیم، دلداری می‌دادیم و موظف می‌ساختیم که زندگی و رفتار شما پسندیده خدا باشد، آن خدایی که شما را به پادشاهی و جلال خود دعوت می‌کند. پیوسته خدا را برای این نیز شکر می‌کنم که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید، آن را به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید، بلکه آن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت همین طور هم هست و اکنون در میان شما ایمانداران عمل می کند. ای برادران، شما درست به همان راهی می روید که کلیساهای یهودیه در اتحاد با مسیح عیسی خداوند رفتند، زیرا شما از هموطنان خود همان زحماتی را دیده اید که آنان از یهودیان دیدند، یهودیانی که هم عیسی خداوند و هم پیغمبران را کشتند و ما را بیرون راندند. آنها خدا را خشنود نمی سازند و با همه مردم دشمنی می کنند. آنها حتی می کوشند که ما را از گفتگوی با ملل غیر یهود باز دارند، در صورتی که این گفتگو منتج به نجات غیر یهودیان می شود. آنها دائما پیمانه گناهان خود را پر می سازند، ولی غضب خدا سرانجام آنان را گرفتار کرده است. اما ای برادران، چون برای مدت کوتاهی، البته جسمن نه قلبن، از دیدار شما محروم بودیم، اکنون با علاقه بیشتری اشتیاق دیدار شما را داریم. آری، مایل بودیم پیش شما بیاییم و من پولس یکی دو بار خواستم بیایم، اما شیطان مانع ما شد. برای ما چه امیدی یا شادمانی یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود دارد، مگر شما نیستید؟ البته مایه افتخار و شادمانی ما شما هستید.